سلام بر شما، خوش آمدید به صفحه آخر هفته در استودیویی که برای چند هفته‌ای به طور موقت مهمانش هستیم. عراق برای چهارمین هفته پیاپی شاهد تظاهرات اعتراضی بود که تاکنون حدود 240 کشته و صدها زخمی به جای گذاشته. اعتراضات با انتقاد از وضعیت معیشتی آغاز شد و معترضان حالا خواسته های بیشتری دارند. کنارگیری نخست وزیر، تغییر قانون انتخابات و تغییر قانون اساسی. ساعتی پیش برهم صالح رئیس جمهوری عراق اعلام کرد که نخست وزیر عادل عبدالمهدی آماده کنارگیری است و قولهای دیگری هم داد. اننی کرئیس لجمهوریه سأوافق على انتخابات مبكرة. من به عنوان رئیس جمهوری با برگزاری انتخابات جدید تحت یک قانون انتخابات جدید و کمیسیون جدید انتخابات موافقت خواهم کرد. شرعیت الحكم تأتي من الشعب. مشروعیت حاکمیت تنها از طریق مردم ممکن است. لقد كان الاخ رئيس الوزراء قد اعلن موافقته على تقديم استقالته. نخست وزیر پیشتر موافقت کرده بود استعفایش را تسلیم کند، چنانچه احزاب بتوانند بر سر انتخاب جایگزینی مورد قبول به توافق برسند که بتواند به چارچوب حقوقی و قانون اساسی پایبند باشد تا خلأ قانون اساسی پیش نیاید. في هذه الظروف تتأكد مرة اخرى أهمية أن يكون السلاح بأيدي الدولة. در این اوضاعی که عراق درگیرش بوده بار دیگر تاکید میکنم دولت و مؤسسات باید سخت کار کنند تا تسلیحات تنها دست دولت باشد و نه در دست احزاب غیر قانونی. در غیر این صورت آرامش و امنیتی نخواهد بود. لا امن ولا اطمئنان من دون هذا. صحبت‌های رئیس جمهوری عراق بود همین چند ساعت پیش. اما داستان عراق و بازیگران داخلی و خارجیان پیچیده تر از این هاست. شخصیت‌های برجسته عراقی، کشورهای خارجی از جمله ایران و عربستان و آمریکا و همینطور اقوام و مذاهب مختلف هر کدام در این صفحه شطرنج نقشی پیچیده و لغزان دارند. امشب نگاهی می‌کنیم به تحولات عراق و تأثیر تغییرات احتمالی آن بر نقش کشورهای دیگر. میهمانان ما علی مأموری، استاد مطالعات فرهنگی عربی اسلامی در دانشگاه سیدنی از همین شهر، محمد حسین الرفایی، استاد جامعه شناسی سیاسی از بیروت، قیس قریشی، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از استودیوی بی بی سی در لندن، و امیر طاهری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل جهان عرب اینجا در استودیو. خوش آمد میگم به هر چهار مهمان برنامه. آقای طاهری، نظر شما چیه؟ این صحبت‌های برهم صالح میتونه آبی باشه بر آتش این اعتراضات؟ به نظر من میتونه، چون دستاورد بزرگ عراق بعد از سقوط صدام حسین این بوده که شده تنها کشور عربی که در اون دولت از طریق انتخابات و پارلمان عوض میشه و بارها این کارو کردن. میدونید چون روش سنتی تعویض دولت در کشورهای عرب اینه که یا یه دودمانی رو برمی‌افکنین یا رئیس دولت رو میکشین یا کودتای نظامی میکنین، یعنی همیشه اینطوری بوده. ولی اگر بتونن عراقی ها به این دستاوردشون وفادار بمونن و ترتیب جدیدی بدن برای انتخاباتشون، ببین چون قانون انتخاباتی فعلی به نظر من حتما باید عوض بشه، یه قانون انتخاباتی ارتجاعی هستش، من از اول باش مخالف بودم از موقعی که مطرح شد 15 سال پیش و به نظر من این امکان وجود داره که با بازگشت آرامش و تفاهم ملی بتونن از این بحران بیان بیرون. آقای مأموری، نظر شما چیه؟ آیا فکر میکنید که صحبت‌های برهم صالح میتونه مشکلات رو حل بکنه، اینکه عادل عبدالمهدی کنار میره ولی به شرط اینکه پارلمان با جایگزینی که اونها پیشنهاد میکنن موافقت بکنه و همینطور تغییراتی هم در قانون اساسی و قانون انتخابات پیشنهاد بشه؟ وعده های آقای برهم صالح تفاوت و فاصله بسیار زیادی داره با سقف مطالباتی که الان در خیابان داره مطرح میشه. این صحبت ها متاسفانه بسیار دیر مطرح شد. این اتفاق بایستی آغاز ماه هنگامی که راهپیمایی ها شروع شد و قبل از اینکه خشونت علیه اون راهپیمایی ها صورت بگیره این صحبت ها باید مطرح می شد و اقدام عملی برای انجام این وعده ها باید صورت می گرفت. پیش از این چند بار دیگر آقای نخست وزیر هم وعده های مشابهی رو از این دست داده بود، اما هیچ گونه اجابتی رو در
بین راهپیمایی کنندگان نیافت، به جهت اینکه صرفا وعده های خالی هست. و چرا میفرمایید وعده خالی هست؟ چرا فکر میکنید که قابل اجرا نیست؟ قابل اجرا اگر بود انجام میشد تا کنون. یعنی ایشون قبل از این آقای نخست وزیر آغاز هفته روز دوشنبه وعده های مشابهی رو دادند. این وعده ها هیچ کدومشون محقق نشد. آغاز ماه حدود یک ماه قبل، اوائل ماه اکتبر، باز وعده های مشابهی رو دادن، هیچ کدومشون محقق نشد. راهپیمایی های سالهای قبل وعده های مشابهی رو انجام دادن، محقق نشد. افزون بر این که حتی اگر محقق هم بشه، الان راهپیمایی کنندگان مشکلشون با شخص نخست وزیر نیست، مشکل اصلی در واقع با مجموعه طبقه سیاسی است که در پارلمان اومده. با توجه به اینکه انتخابات سال گذشته همراه با بخش بسیار وسیع و حجم بسیار وسیعی از تزویر و تقلب در انتخابات بود، مشکل با مجموعه حزب مقتدا، حزب هادی آمری و احزاب دیگری که تشکیل دهنده این حکومت هست. خب حالا ما به جزئیات اون میپرسیم، چون اون هم داستان جالبی داره. آقای رفایی، امیدوارم شما الان وصل باشید و صدای ما رو بشنوید. من میخوام نظر شما رو هم بدونم، شما رو هم وارد این بحث بکنم. دو نظر مختلف داریم. آقای طاهری اینجا میگن این ممکن هست که بتونه مشکلات رو حل بکنه، پیشنهادات امروز رئیس جمهوری. آقای معموری معتقدند که حل مشکل به این سادگی نیست. شما نظرتون چیه؟ بله، من صداتون رو دارم. بنده فکر میکنم باید به بحران عراق امروز از نظر اینکه یک مسئله کاملا اجتماعی است و مسئله فقط سیاسی نیست بپردازیم، و این معناش اینه که ما در روبرو هستیم با نسل جدیدی که از لحاظ ایدئولوژیک این نسل هیچ رابطه ای با نسلی که یا با طبقه سیاسی که قانون اساسی عراق رو گذاشت نداره. ما در ساختار فرهنگ رفایی، من میتونم خواهش کنم شما تلویزیونتون رو اگه ممکن هست ببندید، چون صدای شما تکرار میشه اینجا، یه مقدار مشکل ایجاد میکنه برای شنیدن صحبتهای شما. بفهمید شما خب ببینید، من تلویزیون رو روشن نکردم، من روی سکایپ هستم و تلفن. بله، پس اشکال پس جای دیگری هست، بفرمایید. بله، من داشتم عرض میکردم ساختار فرهنگ عراق ساختار خیلی خاص جهت مفهوم عشیره و قبیله در آن هست، و از طرف دیگر مفهوم دموکراسی و مفهوم دموکراتیک کردن جامعه با تانک وارد این کشور شد یا تحمیل شد بر جامعه، و این معناش اینه که یک دوگانگی همیشگی در جامعه عراق بعد از 2003 بوده. به نظر من بعد از 1 اکتبر یا بعد از این قیام مردمی 1 اکتبر، به نظر من فکر نمی کنم قبل از 1 اکتبر با بعد از 1 اکتبر یکی بود. من اجازه میخوام که آقای قریشی هم وارد بحث بکنم. آقای قریشی، صدای ما رو امیدوارم داشته باشید، نظر شما رو هم بشنویم. نظرات متفاوتی شنیدیم، امیدوارم شما بحث رو شنیده باشید، بفرمایید. بله، ببینید، ریشه اصلی مشکلات عراق رو باید ارجاع میدم به اشغال عراق سال 2003 و انحلال ارتش عراق که عراق رو دچار بحران امنیتی کرد. یک قانونی هم به پیشنهاد آقای چلبی داده شد به اسم قانون اجتساس بعث یا تصفیه حساب با بعثی‌ها، یه همچین چیزی میشه ترجمهش کرد. و اتفاقی که افتاد، یک چیزی حدود 1 میلیون کارمند و ارتشی و عرضم به حضورتون مدیر اداره، مدیر بانک، به جرم اینکه بعثی بودن یا عضو حزب بعث بودن از کار بیکار شدن، و خودش یک ایجاد بحران کرد، بحران بزرگی رو برای عراق به وجود آورد. نهایتاً دور سلبی آمریکا و بعد از اون کشورهای پیرامون عراق از جمله سعودی، ترکی، هیچ وقت نذاشت عراقی‌ها، یعنی هیچ وقت این اجازه رو نداد. همیشه عراقی‌ها در این 16 سال درگیر امنیت بزرگترین چالش عراق بود و هیچ وقت نتونستن از دموکراسی که تو اون کشور به وجود اومد، البته من معتقدم این دموکراسی که با توپ و تانک برای عراق به وجود آوردن، استفاده بهینه بشه. تا وضعیت عراق، یک وضعیتی باشه که ساحتی برای جدال، برای جذب و دفع
قدرت‌های مختلف در عراق باشه، خیلی سخت میشه که رو به جای درستی حرکت بکنه عراق، رو به آرامش حرکت بکنه. آقای قرشی، بسیاری از کسانی که به این دیدگاه شما انتقاد دارن یا نگاهشون این نگاه نیست، چون برای نگاه شما نگاهی هست که برای خیلی ها معتقدن که آمریکا باعث و بانی این معضلاتی هست که عراق الان باهاش دست به گریبان هست، ولی پاسخی که میشنون معمولا این هستش که الان در این اعتراضاتی که از اول اکتبر ما سراغ داریم، کسانی که در خیابان‌ها هستن انقدر جوانن که اصلا حتی شاید دوره‌ای که آمریکا کشور رو اشغال کرده بود شاید به یادشون نیاد. بسیاری از اینها انقدر جوانن که به طور قطع دوره صدام و اون مسائل بس و غیره رو یادشون نمیاد. بحث این هستش که این وضعیت فعلی، وضعیت معیشتی که حالا شروع این ماجرا بوده، دستپخت دولت فعلی هست، دستپخت اون کسانی هست که الان سر کار هستن. قطعاً همینطوره. بعد از سال 2003 یک چرخه فسادی در عراق به وجود اومده که الان میتونیم مشاهده بکنیم این چرخه رو. یعنی امروز داعیه‌دار مبارزه با فساد مثلا کسی مثل آقای صدره، کسی مثل آقای حکیمه، و در طول این 16 سال این دو چهره بخشی از مشکل بودند، بخشی از فساد موجود در سیستم دولت عراق بودند. و این دور رو قانونی به این جهاد در عراق داد که آقای بریمر پختش و دولت رو تبدیل به یک شرکت سهامی خاص کرد، دولت رو تبدیل به یک نخست وزیر. قبل از اینکه به فکر برنامه‌هاش باشه برای کشور، باید به فکر تقسیم سهام حکومت بین طرف‌های مختلف در عراق باشه، و این بزرگترین چالش امروز عراقه. بله، مردم عراق ببینید، تظاهرات محقی مطلبی بود روز اول، هرچی پیش میره به رو به هرج و مرج حرکت میکنه، ولی بله حق دارن، مشکل دارن. هرچند دولت، من خیلی کوتاه هم عرض کنم خدمتتون، دولت عبدالمهدی در سال گذشته تونسته مسائل خدماتی رو تا حدودی رفع و رجوع کنه. یعنی امروز شهرهای جنوب شرق عراق مثل بصره، مثل اماره، دیگه قطعی 12 ساعت برق ندارن، دیگه آب شرب مناسب وجود داره، ولی خب یک مشکلات تلمبار شده، بله یک مشکلات تلمبار شده ایه که در طول این 16 سال سر باز کرده. این اشارات جالب کردن آقای قرشی. مسئله فساد در عراق، یکی از کشورهایی هست مثلا جزو 12 کشوری هست که در دنیا به عنوان کشورهایی که فساد بالا دارن شناخته میشه. عراق مشکلات آب، برق، گاز، نفت، همه این چیزهایی که به هر حال چیزهای اولیه هست داشته ظرف مدت گذشته، چهارمین تولید کننده نفت هست ولی مشکلات جدی داره از نظر معیشتی. الان صحبت این هستش که این دموکراسی هم که به نظر میاد که یه جوری به هر حال بعد از سال 2003 در عراق به وجود اومده، دموکراسی کاملی نیست. دموکراسی توافقی هم ظاهرا منتقدان زیادی داره. بله، اولا این صحبت که دموکراسی با تانک و با زور تحمیل شده بر عراق به نظر من درست نیست، یا لااقل میشه گفت که با زور نمیشه دموکراسی رو تحمیل کرد، ولی با زور میشه موانع دموکراسی رو برداشت، و در عراق این کار انجام شد. یعنی اگر زور به کار نرفته بود، مانع بزرگ دموکراسی یعنی وجود صدام حسین و رژیم فاشیستیش نمیذاش عراق هیچ وقت خواب دموکراسی ببینه. ولی در این 14-15 سال اخیر عراق دو تا رفراندوم انجام داده، 5 تا انتخابات انجام داده که حالا انتخابات کاملی نبودن، ولی تمیزترین و بهترین انتخابات در کشورهای خاورمیانه بودن به جز اسرائیل. بنابراین اینقدر تو سر عراق نزنیم، در این تردید نیست که عراق مشکلات زیادی داره، از جمله قانون اساسیش که متکی است بر فرق یا فرقه ها و اقوام و اینا. در مورد فساد هم اون چیزی که الان در عراق داره اتفاق میفته، توزیع ثروت یا درآمد کشور هست به وسیله گروه‌های فرقه‌ای، و وقتی یک همچین سیستمی میاد دیگه فساد به معنای کلاسیکش نیست، میشه یک سیستم زیست، یک سیستم سیاسی. یعنی میدین شما 400-500 نفر دارین که اینا پول مملکت بهشون داده میشه به شکلهای مختلف، و اینا هر کدوم پخش میکنن بین 500-600 نفر دیگه، اونا هم بین 500-600 نفر دیگه، و الان اگه در عراق برین میبینین که یک تحول بزرگ اقتصادی در بخش خصوصی شروع شده.
یعنی بیزنس های کوچیک شروع شده، هتل میسازن، اتومبیل های شیک، مغازه های پر. حضور گسترده اعتراضی برای چیه؟ به سه دلیل است. دلیل اولش بیکاری است بین جوانان به خصوص، چون میدونین صنعت نفت یه صنعت کارزا نیستش، یعنی 40,000 نفر میتونن صنایع نفتی رو براتون درست کنن، ولی صنایعی که شغل ایجاد بکنن هنوز شکل نگرفتن. نکته دوم اینه که جوانای عراقی به این تقسیم بندی فرقه‌ای و قومی و مذهبی عقیده ندارن، میدونین، و بیشتر تظاهرات الان در که مناطق شیعه نشینه، یعنی بعثی های سابق نیستن، برخلاف مطلبی که آقای قریشی میگفتن که دلشون مثلا سوخته باشه یا ناراحت باشن از آقای چلبی یا از هر کس دیگه. گرفتاری سوم این است که میبینن واقعا افق به روی اینا بسته است، یعنی به آینده که نگاه میکنن امیدی نمیبینن. در ضمن هم همونجور که خودتون قبلا گفتین دخالت های قدرت های خارجی هم هست، البته میدونی علت اصلی این نیستش، ولی دخالت های قدرت های خارجی هم هست. راجع به اون قدرت های خارجی حتما صحبت میکنیم، برای اینکه بحث جدی هست باید حتما بهش بپردازیم، ولی من قبل از اون میخوام این سیستم داخلی عراق رو این مقدار برای بینندگانمون بیشتر بشکافیم. آقای رفاعی، این دموکراسی توافقی که الان صحبتش میشه، خیلی از معترضان الان میگن که معتقدند که این کار نمیکنه، این سیستمی که رئیس جمهوری کرد باشه، رئیس دولت نخست وزیر شیعه باشه، رئیس مجلس سنی باشه، جواب نمیده و این ما باید عراقی باشیم در مرحله اول. به نظر میاد ولی اصلا تشکیل یک همچین سیستمی دلیل داشت غیر از اینه؟ یک صحبت این بود که ملت عراق به اون شکل احساس ملت بودن نمی‌کنه، اونقدر که به در واقع عشیره و مذهب و قومیتشون تعلق دارن، به عراق به عنوان یک کشور تعلق احساس تعلق نمی‌کردن که چنین سیستمی پیاده شد. فکر می‌کنید الان بعد از 14-15 سال این عوض شده؟ بله، البته این حرفی که شما میزنید درست است، ولی مرتبط به بحران بعد از 1 اکتبر نیست. ما طبق سازمان آمار کشور عراق 60% از جمعیت عراق رو جوانان و نوجوانان زیر 24 سال تشکیل میده. این معناش اینه که این نسل اکثر جریان‌های فرهنگی و اجتماعی عراق رو تشکیل میده. این نسل متولدین اواخر دهه 90 و اوایل این سده هستند و نمیشه واقعا همه راه‌ها و راهکردهای فهم این نسل با دوالیتیز یا دوگانگی‌های همچون شیعه و سنی، عرب و عجم، ایران و آمریکا، نظام اپوزیسیون و اینها، نمیشه اینها رو فهمید. این نسل یک نسلی است که پیرو ایدئولوژی جهانی است و این ایدئولوژی از طریق سوشال مدیا به این نسل منتقل شد. این ایدئولوژی از نظر سوسیولوژی سه قسمت اصلی داره. یکی حقوق بشر و آزادی بشر و حقوق و نشر و اندیشه، آزادی نشر، آزادی اندیشه، آزادی فکر هستش. دو، جداسازی دین از دولت هستش. و سه، پایه‌های اصلی دموکراسی هستش. یک چیزی رو من باید اینجا روشن کنم. ما اگر از ابتدای روز 1 اکتبر شروع کنیم، ببینیم اصلا این ملتی که آمد به خیابان چه میخواست. این ملتی که آمد به خیابان به طور خیلی واضح و با شعار خیلی پر و خیلی واضح گفت که من یا ما یک وطن محترم میخواهیم. خیلی هم واضح بود توی ساحت تحریر یا همون میدان آزادی یا آزاد کنندگی، نمیدونم چجوری ترجمه میشه، تو همون ساحت تحریر خیلی واضح بود ما یک وطن محترم میخواییم. این یعنی چه؟ این یعنی این که ما یا من نسل جدید وطن محترمی ندارم، در فرودگاه های مختلف جهان به من احترامی که به دیگران میذارند را نمیگذارند. توی سوشال مدیا وقتی میفهمند که من عراقی هستم، با من اون برخورد محترمی که با دیگران میکنن رو نمیکنن. پس ما در روبرو هستیم با نسلی که این نسل خیلی باهوش هستش، خیلی نترس هستش، و بیشترین و مهمترین چیزی که دارد این هست که هیچ چیز ندارد. برای همین اصلا ترسی در مقابل گلوله و در مقابل قتل و یا کشتاری که الان تا الان اتفاق افتاده تو این یک ماه اخیر نداره.
آقای معمولی، نظر شما چیه؟ اگه این نسل نسلی هست که ترسی از چیزی نداره، چیزی برای باختن نداره، شما تو اشاره کردید که وضعیت وخیمی بوده و دولت هم هیچ کاری نتونسته بکنه، اگه میتونست کاری بکنه تا حالا میکرد، پس باید بگیم که این تا ابد ادامه پیدا خواهد کرد، چون به این سادگی این مسئله حل نمیشه. ببینید، دقیقا در واقع تفاوت ماهوی این راهپیمایی با راهپیمایی سابق در همینه که این راهپیمایی خواهان حل ریشه‌ای مشکلات هستش. این راهپیمایی خدمات نبود. این راهپیمایی از آغاز شکل‌گیریش خواهان برق یا شغل یا آب یا مسائلی از این دست که در راهپیمایی سابق وجود داشت نبود. اینها در واقع در مجموعه مطالباتشون ممکنه باشه، اما به شکل سریع و به شکل علنی اون چیزی که خواسته میشد و بیان میشد اصلاح ساختار سیاسی فاسد بود. اصلاح ساختار آیا ممکنه به نظر شما؟ اگر که ما الان بگیم که مثلا میخوان الان اصلاح ساختار کنن، سیستم رو عوض بکنن، دیگه این سیستم توافقی که قبلا بوده نباشه، یه سیستم جدیدی بخوان جایگزین بکنن، آیا شدنی هست با توجه به تغییری که جامعه عراق ظرف مثلا 15 سال اخیر کرده؟ شما میبینید که این جامعه آماده چنین تغییری باشه؟ ببینید، از لحاظ در واقع قانونی این مسئله امکانش در قانون اساسی و در روند قانونی که در عراق ایجاد شده وجود داره و نوع مطالباتی هم که هست مطالبات خارج از چارچوب قانونی نیست. اونا خواهان اصلاح قانون اساسی در بندهای کاملا مشخصی هستند، خواهان تغییر قانون انتخابات هستند، خواهان تغییر کمیسیون نظارت بر انتخابات هستند که به شکل نمایندگی از احزاب جاری داره تشکیل میشه، نه اینکه افراد مستقل در واقع اون رو بخوان تشکیل بدن. خواهان ادغام کامل نیروهای مسلح خارج از چارچوب دولت در نیروهای مسلح دولت هستن، به شکل مشخص ناظر به بخشی از حشد شعبی که به شکل مستقل از دولت داره عمل میکنه، به شدت مخالف دخالت‌های بیگانه هستن. در نظر داشته باشیم که این راهپیمایی‌ها بعد از مجموعی از اتفاقات در ماه سپتامبر رخ داد. از یک طرف نیروهای آمریکایی هر وقت بخوان وارد عراق میشن و میرن، از جمله ورود اخیرشون از طریق سوریه. اسرائیلی‌ها هر جایی که میخوان میزنن، ایرانی‌ها هر وقت که میخوان هر اظهار نظری و هر جایی که میخوان رفت آمد بکنند رو انجام میدن و بغداد رو یکی از پایتخت‌های میدونن که برش مسلط شدن و عملاً در واقع چیزی به نام حاکمیت عراق، به نام استقلال عراق و عنوان یک دولت مستقل و کارآمد وجود نداره. افراد در واقع الان در این راهپیمایی‌ها ناظر به این ساختار کامل در مجموعه‌اش هستند. بحث خدمات در چه چیزی فکر می‌کنید که چه چیزی با چه موانعی هست؟ مثلا بذارید نمونه بگیم. آیا فکر می‌کنید مثلا حضور افرادی مثل مقتدا صدر مانع این هست که چنین در واقع روندی شکل بگیره؟ به هر حال آقای مقتدا صدر آدمی هست که ما باید بیشتر راجع به صحبت بکنیم. از همین که نقش کلیدی و محوری در خیلی از تحولات عراق داره و الان مسئله ای که هست این هستش که گرچه به قول شما خیلی ها فکر میکردن که این اعتراضات و این انتقادات از همه، از جمله سایرون، از جمله خود آقای صدر هست، از ایران میاد بلافاصله با ماشینش میره وسط جمعیت در حمایت از این تظاهرات صحبت میکنه. ممکنه با ما بگید او الان در کجای این دعوا ایستاده؟ مقتدا صدر در تمام راهپیمایی سابق این تاکتیک رو خیلی خوب بازی میکرد. در این حال که خودش در حکومت بود، هنگامی که راهپیمایی شکل هم میگرفت، وارد راهپیمایی میشد و رهبری راهپیمایی رو به عهده میگرفت و در نتیجه راهپیمایی رو آرام میکرد و بعد از آرام شدن در واقع غنایم از این راهپیمایی رو به سود حزب خودش و مجموعه خودش مصادره میکرد. این بار این اتفاق رخ نداد و هنگامی که ایشون در بین راهپیمایان نجف حاضر شد، شعارهای علیه ایشون مطرح شد و الان یکی از محورهای جدی در واقع شعارات در بین راهپیمایی کنندگان مخالفت با شخص مقتدا است و متهم کردن مقتدا که اون خودش یکی از عوامل اصلی این مشکلات جاری است. نباید فراموش بکنیم آقای مقتدا صدر خودش یکی از ارکان اساسی تشکیل حکومت عادل عبدالمهدی بود. یک سال گذشته، کمتر از یک سال گذشته، چطور الان در واقع کاملا داره همه تاثیرات رو گردن اون میندازه و خودش رو به عنوان یک مطالب اصلاح جلوه میده؟ آقای صدر قبل از اینکه برسه به عراق از ایران نامه نوشت به هادی آمری
و گفت که بیا ما در واقع با همدیگه کاری بکنیم که نخست وزیر کنارگیری بکنه. فکر میکنید آقای قریشی این نامه و تلاش این هاست که باعث شده که الان آقای عبدالمهدی آماده کنارگیری شده، یا تصریحات دیگه ای رو شما میبینید در این میانه؟ من قبل از اون با احترام به آقای طاهری عزیز، فقط من هیچ وقت متوجه نمیشم که چطوری میشه از دل 1 میلیون کشته از سال 91 تا 2003 مثلا مسیر فراهم بشه برای دموکراسی. خیلی سخت این طور قضاوتی در مورد جنگ ها و فقر و بدبختی و تحریم مردم، اونم تحریمی که میگم خروجیش تحریم و جنگی که خروجیش 1 میلیون کشته عراقی بود توی 12-13 سال. در رابطه با آقای صدر، ببینید آقای صدر متاسفانه خیلی یاد گرفته روی گسل ها بازی میکنه، یعنی و اتفاق دیگه ای هم که افتاده در طول این مدت، ایشون به عنوان متحد ایران بوده، یعنی به عنوان متحد ایران خودش رو معرفی کرده، ولی ایرانی ها خیلی با حجب و حیا باش رفتار کردن و طوری شده رفتارش، طوری شده که آش رو با جاش میخواد، شطور رو با بارش میخواد. یعنی شروطی که میذاره شروط تعجیزی هستند، نخست وزیری رو میخواد، وزارت کشور رو میخواد، وزارت نفت رو میخواد، یعنی پور رو میخواد، امنیت رو میخواد. اینا رو جایی گفته که میخواد؟ بله، حالا پشت پرده، بله پشت پرده دنبال این سه تا مرکز نخست وزیری، وزارت نفت به علاوه وزارت کشور، از جای تی تقریبا بخش مهمی از فداییان صدام که فجایع زیادی زمان اواخر در دوره حکومت صدام حسین باعث شدند، جذب تیار صدری شدند، جذب جریان صدری شدند، این جریان رو تبدیل به جریان خشنی کردند. یعنی شما نگاه میکنید مقر همه احزاب در عراق آتیش میگیره، آتیش میزنند و کسی جرأت نمیکنه، یا میتونن مستقیم نقش داشته باشن تو آتیش زدن مقر احزاب، یا اینکه کسی جرأت نمیکنه بره سمت جریان صدر. در عراق شما میتونید به هر کسی رو نقد بکنید، خیلی راحت میتونید نقد بکنید. این دموکراسی تا جایی میکشه که به آقای صدر برسه. کسی که آقای صدر رو نقد کنه، احتمال گم شدنش، احتمال کشته شدنش وجود داره. اتفاق تا زمانی که قانون، ببینید بزرگترین مشکل و بزرگترین چالش عراق قانونشه. یعنی تا قریشی ببخشید، من میخوام در مورد آقای صدر یه مقدار بیشتر صحبت کنیم، چون برای من هنوز او خیلی به نظر شخصیت پیچیده‌ای میاد. آقای صدر در دوره انتخابات در همین یک سال خورده پیش رفت به عربستان، صحبتی که برای ایرانی‌ها خیلی به نوعی گران تمام شد، یعنی در بحبوحه اختلافات تهران و ریاض فشاد رفت عربستان. الان آدم کیه مقتدا صدر به نظر شما؟ نه ببینید گرایش مطلق به جهتی نداره، خیلی خوب یاد گرفته که بازی بکنه بین جهات مختلف. یعنی من نمیتونم بگم 100% با ایران، چون کاملا به ضرر متحدین ایران در عراق بازی میکنه، و نمیتونم بگم طرفدار سعودی یا به نفع سعودی بازی میکنه، چون گهگدار یه لگدی هم به اونا میزنه. یعنی یاد گرفته به ایست وسط و به قول دوستمون دنبال کسب غنایم باشه. ببخشید من سوال شما رو متوجه. این خیلی خوب است، اجازه بدید من از آقای رفایی هم بپرسم. آقای رفایی، آقای صدر در توییتر 600 هزار دنبال کننده داره. آقای صدر در توییتر میتونه با یک توییت خیلی چیزا رو تغییر بده. آیا به نظر شما با صحبت آقای موافق هستید؟ او یه بندباز خوبی هست که داره از موقعیت سوء استفاده میکنه، یا یک سیاستمدار وطن پرست هست که به هیچ کسی وامدار هیچ طرفی نیست و داره در واقع بر اساس سود و زیان کشور خودش تصمیم میگیره؟ من فکر میکنم اولا سید مقتدا رو باید از تظاهرات یا راهپیمایی یا همون جنبش سال 2014 بفهمیم. سال 2014 یه اتفاق خیلی مهمی افتاد، 2014 یا 2015، توی تظاهراتی که جوانانی به ساحت التحریر رفتن و این جوانها خواستار برق، آب، کار و خدمات اجتماعی بودند. آقای صدر وارد این تظاهرات شد و تونست به طریقه خیلی ساده و راحت وارد این جریان بشه و تونست ائتلافی بین خودش و بین جوانانی که اکثرا از جوانان کمونیست یا جوانان ناسیونالیست هستند
تونست که یک رابطه بین خودش و اینها ایجاد کنه. این رابطه یه سائرون رو تشکیل داد و این سائرون در انتخابات در حقیقت چیزی اون نتایج انتخابات در حقیقت نتایج ائتلاف یک طرف دینی بود که با طرفی که با دین مشکل داره یا دین رو نقد میکنه در انتخابات شرکت کرد. برای همین با 54 یا 55 کرسی در پارلمان به پارلمان آمد. من فکر میکنم اون سوالی که شما گفتید آقای مقتدی صدر آدم کیه، من فکر میکنم مقتدی صدر آدم هیچ کسی نیست. من فکر میکنم مقتدی صدر یک آدم وطن دوستی هستش که در راه وطنش حتی میره با عربستان سعودی دیدار میکنه، حتی میره با دیگر اطراف منطقه یا دیگر بازیگران بین المللی منطقه دیدار میکنه و بحث و جدل میکنه. فکر میکنم این یه تصویر ساده و درستی باشه از مقتدی صدر. آقای رفایی، شما که صحبت میکنید دو طرف شما دو نفر دیگه کاملا نظامیت که با این تصویر که شما ارائه میدید مخالف هستم. بذاریم من اینجا از آقای طاهری هم بپرسم. آقای طاهری ببخشید، این تصویر من فقط نیست. بله متوجه هستم. تصویر من نیست، متوجه هستم. تصویر یه دیگه است. نزدیکترین آخوند الان به خیابون عراق، به جریانهای عراقی. به هر حال آقای صدر 5-6 سال بین 2006 تا 2011 در ایران زندگی کرده. همین یک ماه پیش در تهران در ایران بوده، به قم رفته، خود آقای خامنه ای رو دیده. از طرف دیگه همونطور که گفتم پیش از این به عربستان هم سفر کرده بود. در دوره انتخابات پیشین که نتیجه شد عادل عبدالمهدی، صحبت این بود که اون نگران قدرت گرفتن هشت شعبی هست و برای همین به دنبال راههایی برای کم کردن قدرت نظامی ها هست. ولی الان با هادی عامری که به هر حال نماینده اون جریان هست داره در واقع همکاری میکنه برای در واقع اهداف دیگر. شما نظرتون رو با ما بگید. مقتدی صدر یه سیاستمدار فرصت طلبی است که روی دو تا تابلو بازی میکنه. یه تابلو در نقش سیاسی که میخواد تعیین کننده سرنوشت سیاسی عراق باشه، حتی اگه لازم باشه دستور قتل بده. ببینین پشت سر قتل پسر آیت الله خویی، عبدالمجید خویی، ایشون بودن دیگه در آغاز این جریان، که یه موضوع بود که در دادگستری عراق هم مطرح شد، ولی خب به هر حال به خاطر موقعیتی فتوا منظورتونه دادن؟ نه، یه عده رو فرستاد که بکشنش، فتوایی نداد. البته ما اینجا در بی بی سی هنوز جزئیات این رو نمیدونیم. چرا بی بی سی هم پخش کرد همون موقع؟ مطال نمیدونم بی بی سی فارسی وجود داشت یا نه، ولی پرونده قضایی داره که حکم هم صادر شده علیهش ولی اجرا نشده. بله، به هر حال یه چیز روشنی است. بعد ایشون روی تابلوی دیگه هم بازی میکرد و به امید اینکه یه روزی بشه مرجع تقلید در عراق و از حمایت آیت الله حائری که در قم بود بهره‌مند بود، از حمایت دو تا آیت الله غیر ایرانی که در نجف هستن بهره‌مند بود و در یه موقعی هم رهبران جمهوری اسلامی فکر کردن که ایشون رو تو آب نمک بخوابونن که اگر هاشمی شاهرودی نشد مرجع در عراق، چون مرحوم هاشمی چیز، ایشون رو علم بکنن. به همین جهت من اسم آقای صدر رو گذاشته بودم مولای منچوریان، مثل فیلم منچوریان کاندیدیت که یه نفری رو آماده کرده بودن که بشه رئیس جمهوری. ولی در حمایت مردمیش هم زیاد اغراق نکنیم. ایشون در مناطق فقیرنشین شیعه بغداد طرفدارانی داره، با حزب کمونیست ائتلاف کرده اینا، ولی در جای دیگه مثل نجف، کربلا، بصره پایگاهی نداره. بنابراین باید فراموش نکنیم که در انتخابات هم ایشون یه چیزی در حدود 11% از آرا رو بیشتر نیاورده. ولی مسئله عراق مسئله آقای صدر نیستش و این صحبت که عراق یه کشور جدید و تأسیسی است، حق نمیدونم عادت نداره به دموکراسی، اینا درست نیست. میدونین عراق از نظر تاریخی در حدود 50-60 سال از آلمان فدرال جوان‌تره. میدونین یعنی که همه کشورهای، اکثریت کشورهای عضو سازمان ملل کشورهای جدید تأسیس هستند. عراق قبل از هند تأسیس شده، قبل از پاکستان
تأسیس شده، قبل از اسرائیل تأسیس شده. بنابراین میدونی قدیم بودن و جدید بودن نیست. به نظر من عراقی ها الان یه شانس دارن که بیشتر عربا ندارن و این است که یه چارچوب قانونی دارن برای حل مشکلاتشون و این چارچوب مسئله ایدئولوژیک نیست، یه مکانیزمیست که اگر از این مکانیزم استفاده بکنن، همجور که آقای پرام صالح داره میگه، میتونن مشکلاتشون رو حل بکنن چون امکاناتش رو دارن. یعنی من فکر میکنم آخرین نفری هستم که هنوز به آینده عراق خوشبینه. بذارید یه مقدار بحث رو برای منطقه‌ایش بکنیم. برای شروع صحبت‌های آقای خامنه‌ای رو بشنویم که صحبت‌هایی بود که انگار که داره در مورد تظاهرات در ایران صحبت می‌کنه. خیلی‌ها تشابه دادن به صحبت‌های او بعد از انتخابات سال 88. بشنویم صحبت‌ها رو. بزرگترین لطمه‌ای که دشمنان می‌توانند به یک کشوری بزنن اینه که امنیت اون کشور رو سلب کنن. کاری که امروز شما می‌بینید در بعضی از کشورهای منطقه ما دشمنان شروع کردن، دارن انجام میدن، امنیت رو از مردم اون کشور می‌گیرن. عامل این خباثت‌ها هم شناخته شدند. در دنیا قدرت‌های استکباری امروز بیشتر از همه آمریکا، سرویس‌های اطلاعاتی غربی با پشتوانه پول بعضی از کشورهای مرتجع منطقه دارن آشوب بپا میکنن در کشورهای همسایه ما و نزدیک ما و کشورهای این منطقه، امنیت رو از بین میبرن. این بدترین دشمنی و خطرناکترین کینه‌ورزی علیه یک ملت. از این صحبت‌ها آقای طاهری به نظر میاد که آقای خامنه‌ای وقتی در مورد امنیت صحبت می‌کنه، در مورد امنیت ایران صحبت می‌کنه، نه در مورد امنیت عراق. میگه بیشترین مشکل انگار که در این اتفاقات در عراق داره میفته برای اینکه به ایران صدمه بزنه. شما هم برداشتتون اینطور هست؟ به هر حال برداشت ایشون نه تنها راجع به عراق بلکه راجع به سوریه و لبنان و یمن هم همین است. میگن که اگر ما در اونجا نجنگیم میایین در ایران میجنگن. و به نظر من این تجزیه تحلیل غلطی است. یعنی آقای خامنه‌ای اشتباه میکنه که فکر میکنه هر مبارزه سیاسی آشوبه، فکر میکنه هر مبارزه سیاسی کار مثلا صهیونیست‌ها و آمریکایی است. وقتی 100,000 نفر دارن تو کربلا که مقدس ترین شهر شیعیان تظاهرات میکنن، میشه گفت 100,000 صهیونیستی اونجا هستن. این واقعا حرف درست نیست و از اون طرف هم نباید اقراق بکنیم که این قیام مردم عراق علیه ایران نیست. میدونید یکی از جنبه هاشه ولی جنبه های فراوونی داره. یعنی نگیم که حالا مثلا عراقی ها بلند شدن میخوان ایرانی ها رو بندازن بیرون. من تو صحبتایی که میکنم با عراقی همین در همین چند هفته اخیر با مقامات سیاسیشون، مذهبیشون و غیرشون دلخوری‌های از ایران دارن، نمیخوان جمهوری اسلامی تو کارشون دخالت بکنه. ولی این واقعیت هم میدونن که به هر حال هر رژیمی در تهران سر کار باشه و هر رژیمی در بغداد سر کار باشه ناچارن با هم زندگی بکنن، برای اینکه به قدر این دو کشور به هم پیونده هستن، پیوسته هستن که واقعا فکر این که یک روابط تنش‌آمیزی بینشون باشه برای هر دو درست نخواهد. آقای رفایی، من چون شما خیلی به جامعه عراق تسلط دارید، مسلط هستید به سیستم‌های جاری در اون کشور، از شما می‌پرسم مشخص هست که چرا ایرانی‌ها به عراق تعلق خاطر دارند؟ به هر حال بعضی از مهمترین در واقع بقات بله آرامگاه امام اول شیعیان، آرامگاه امام سوم شیعیان، بسیاری دیگر در عراق هست و برای ایرانی‌ها مهم هست. اما برای عراقی‌ها هم ایران به همین میزان مهم هست یا حضور ایران در عراق اصلا به چه شکل دیده میشه؟ ببینید، بذارید من به طور خیلی سریع بگم. این صحبتی که رهبری فرمودن، من فکر میکنم که این خارج از واقعیت نیست، ولی تنها سبب این جنبش اخیر، یعنی جنبش از 1 اکتبر تا الان، این نیست. ما شش اتفاق اساسی افتاد از یه از ماه سپتامبر. صحبتشون در مورد اینکه خارجی ها دخالت میکنن، گفت... بله همون که گفتن. چرا این حرفو میزنم؟ چون مرزهای عراق از همه جهات باز هستش. ما در عراق امنیت مرزی نداریم، خیلی واضحه. این فکر نمی کنم اینو اصلا قابل بحث باشه.
ولی شش اتفاقی افتاد که این اتفاق‌ها در سپتامبر افتاد و این اتفاق‌ها من فکر می‌کنم از لحاظ داخلی این اتفاق‌ها بود که خیابون رو منفجر کردند و باعث این جریان شدند. اتفاق اول این بود که آقای عادل عبدالمهدی، دانشمند سیاست و اقتصاد سیاسی، که همیشه در مقالاتش و اپاسش و چیزایی که می‌نوشت توی روزنامه عدالت خودش همیشه دولت مدار بود، آدمی بود که صاحب پروژه یک دولت مدرن بود، این آدم تبدیل شد به یک مرد قدرتی که اصلا نمیدونه چجوری راضی کنه این احزاب مختلف وارد سلطه عراق یا قدرت عراق رو. قضیه دوم این بود که وابسته شد، عادل عبدالمهدی وابسته شد به احزابی که از 2003 تا الان هستن توی عراق، و این در مقابل چی بود؟ در مقابل این بود که هیچ ائتلاف یا جبهه پارلمانی قوی یا بزرگی پشت عادل عبدالمهدی رو نگرفته بود، حمایتش نکرده بود. اتفاق سوم چیز بود، تثبیت قانون سنت لیگو در پارلمان عراقی بود، سنت لیگو با 1.9، و این معناش اینه که گروه های کوچک اجتماعی امکان مشارکت سیاسی در پارلمان را ندارند، از دست دادند. این معناش تکرار تولید طبقه سیاسی و طبقه قدرتی که از سال 2003 تا الان هستند بود. قضیه چهارم استعفای وزیر بهداشت بود، آقای دکتر علاءه الالوان، و اون فاش شدن معامله فساد و سودجویی و رشوه‌خواری بزرگی که در پی داشت. قضیه پنجم سرکوب خیلی وحشیانه یا سرکوب خیلی خشمگینانه فارغ التحصیلان سطح دکتری و کارشناسی ارشد بود که اینها برای خواستار کار بودند به خیابان ها ریختند. و قضیه اخیر که این واقعا دیگه همه چیزو خراب کرد، قضیه برکناری یه نماد ملی عراقی که محبوبیت داره در بین مردم، آقای فرمانده عبدالوهاب ساعدی محبوبیت داره. چرا محبوبیت داره؟ چون این ایشون به عنوان سمبل و نماد شکست دادن داعش محسوب میشه در بین در خیابان‌های عراق و مردم عراق. وقتی شما این رو برکنار میکنید، معناش اینه که وارد یک تنش حقیقی با جامعه میشید. اینها اتفاقات داخلی مهم بود که افتاد. فکر نمی کنم آقای مأموری نظرشون رو بپرسم. آقای مأموری مدتی از شما ساکت هستید، آیا شما موافق هستید با این ارزیابی ها، این که یک سری اشتباهات، یک سری تصمیمات غلط از طرف آقای عبدالمهدی کار رو به اینجا رسوند و باعث شد که یک سال، تقریبا حدود یک سال بعد از اینکه او سر کار آمده، الان خیابان ها به این شکل تظاهرات هست علیه او؟ قطعا مجموعی از اقدامات آقای عادل عبدالمهدی سهم جدی دارن در ایجاد این مشکل، اما این مسئله اختصاصی به ایشون در واقع نداره. ریشه این مسئله به دوره قبل از ایشون برمیگرده، به اصل انتخابات اخیری که صورت گرفت، صندوق‌های انتخابات در مناطق مختلف سوزوندن، در حجم بسیار وسیعی تقلب صورت گرفت، برمیگرده به حتی پیش از اون نوع سیستم تقسیم قدرتی که در عراق شکل گرفته، قانون انتخاباتی که آقای رفاعی بهش اشاره کردن ایجاد شده به نوعی که انحصار قدرت رو در واقع در بین مجموعی از احزاب ایجاد کرده، عدم وجود شفافیت در سیستم حکومتی عراق، وجود یک شبکه وسیع و گسترده از فساد، وجود دخالت‌های بیگانه از تمام اطراف موجود، ایران دخالت میکنه، آمریکا دخالت میکنه. بیگانه شما بیشتر به ما بگید، چون وقتی که آقای خامنه ای راجع به این قضیه به این شکل صحبت میکنه، روشن هست که به هر حال او دغدغش هست مسئله عراق. شنیدیم که در این روزهای اخیر آقای سلیمانی در عراق بوده، صحبت شده، خبرهایی هست مبنی بر این قضیه. واقعا چقدر حضور ایران در عراق مسئله عراقی ها هست؟ چون به هر حال خیلی ها میگن که ایران کمک های شایانی هم به عراق کرده ظرف سالهای گذشته، چه از نظر رسوندن بایحتاج عمومی و آب و برق و این چیزها، چه از نظر به هر حال کمک هایی که برای مبارزه با داعش کرده. خیلی ها میگن حضور ایران در عراق خالی از لطف برای عراقی ها نبوده. چرا باید عراقی ها خواهان خروج ایران باشند از این کشور، اون هم به این شکل؟ ببین، ناخشنودی در واقع عراقی ها از حضور ایران در عراق اختصاصی به این کشور یا به قومیت ایرانی
به چیزی از این دست نداره و هیچ ارتباطی با سابقه برخی از درگیری‌ها بین دو کشور که جریان بعثی وجود داشت، جریان شوونی وجود داشت و امثال اونها اصلا نداره. در واقع این نسل که الان در خیابان‌ها حاضر هستند به شدت ناراضی هستند از دخالت‌های بیگانه به شکل عام که از جمله ایران هم یکی از اوناست. ترکیه در شمال عراق پایگاه داره، هر وقت بخواد میاد جاهای مختلفی رو از شمال عراق رو میزنه و میره. آمریکایی‌ها نیروهاشون رو وارد و خارج میکنن بدون هماهنگی با نخست وزیر عراق و ایران فرمانده کل. ولی آیا فکر نمی‌کنید برای اینکه بخواد دولت مرکزی عراق جلوی هر نوع دخالت خارجی بیسته نیازمند یک پارچگی و قوی شدن خیلی بیشتر از این هاست که الان در این وضعیت فعلی میبینیم، تشتتی که الان در بغداد میبینیم راه رو برای هر نوع همکاری برای خروج نیروهای، برای در واقع پس دادن نیروهای خارجی نمیبنده؟ خب این تشتت دقیقا ناشی از این ساختار سیاسی است که این ساختار سیاسی مورد حمایت جدی ایران هم است. علت اصلی ناخوشنودی از خصوص ایران، بقیه رو عرض کردم، خصوص ایران داشتم میگفتم، اینه که در واقع ایران در طول این سالیان بعد از 2003 حامی احزاب سیاسی اصلی تشکیل دهنده این حکومت های بعد از 2003 بودن. ایران حامی مجموعه مقتدی صدر، ایران حامی حزب الدعوه هست، ایران حامی مجموعه مجلس اعلی هستش، ایران حامی مجموعه از احزاب سنی شرکت کننده در حکومت هستند، ایران حامی گروه فتح، هادی عامری، حشد شعبی است و اینها تماما با همدیگه به شکل مشترک تقریبا تمام حکومت های بعد از 2003 رو در اختیار داشتن، وزارتخونه های اصلی رو در اختیار داشتن، وزارتخونه های امنیتی رو در اختیار داشتن. این از یک طرف. از طرف دیگری نوع مواضعی که ایرانی ها نسبت به عراق دارن مواضعی است که غرور ملی این مردم رو در نظر نمیگیره. پیش از در واقع راهپیمای اخیر ما شاهد بودیم سفیر ایران در عراق اشاره کرد که ایران هر وقت بخواد منافع آمریکا در عراق رو مورد تهدید قرار خواهد داد اگر تهدید از جانب آمریکا به ایران صورت بگیره، که این یکی از عوامل اصلی شکل‌گیری خشم حالی و جاری بودش. در مشهد ما شاهد برخورد غیر دیپلماتیک توهین کننده نسبت به یک هیئت نمایندگی عراقی در مشهد بودیم که نتیجهش در واقع بسته شدن کنسولگری عراق در مشهد بودش. نوع این برخوردها و نوع این حمایتی که داره صورت میگیره از احزاب سیاسی مشخص و عراقی ها الان شاهد هستن و میفهمند که نوع کمکی هم اگر ایران به عراق کرده کمک مجانی نبوده. یک سندی وجود نداره به هیچ وجه نسبت به اینکه ایران اسلحه مجانی داده باشه یا کمک مجانی کرده باشه. آقای طاهری اینجا با صحبت شما مخالف هستن. آقای طاهری بفرمایید. نه من فکر میکنم که اقراق نکنیم. میدونید در این تردید نیست که عراقی ها ناراضی هستن از حضور قدرت های خارجی در کشورشون و دخالت در امورشون. ولی وقتی میرسیم به مسئله ایران، مسئله دیروز و امروز و دوران جمهوری اسلامی اینا نیست. از روز اول تأسیس عراق، میدونید موقعی که جدا شد از امپراتوری عثمانی و تبدیل شد به یک کشور، بعدا اندک اندک مستقل شد، همیشه اکثریت جمعیت عراق یعنی شیعیان و حتی کردهاشون به ایران نگاه میکردن به عنوان حامی نهاییشون، برای که در روز مبادا اگر یک قرار باشه یک کشتاری ازشون بشه به هر حال ایران پایگاه و پناهگاهشون هست. بعد میدونین کردهای ایرانی و عراق در دو طرف مرز زندگی میکنن. در واقع همبستگی های فرهنگی طولانی مدت بین دو کشور صحبت میکنیم. ما الان در مورد مسئله سیاسی در واقع موضع تهران در قبال موضع تهران بازم میدین من به اصطلاح موضع گیریم روشنه. من مخالف جمهوری اسلامی هستم ولی در ضمنم مخالف این هستم که تمام کاسه کوزه ها رو سر جمهوری اسلامی بشکنیم. جمهوری اسلامی اشتباهات زیادی تو عراق کرده، دخالت‌های بیجا کرده. بعضی وقتا من خودم در عراق دیدم که یه گروه از جمهوری اسلامی با یه گروه دیگه اونم از جمهوری اسلامی به جون هم افتادن. می‌دونید این تمام اینا هست ولی این برای یه برنامه دیگه ای باید بذاریم. ببینید در حال حاضر واقعیت این است که اکثریت عراقی‌ها میخوان کشورشون از زیر دخالت خارجی بیاد بیرون.
میخوان سرنوشتشون رو به دست بگیرن و میخوان با یک قانون انتخاباتی جدید و غیر فرقه‌ای یک دولت جدیدی به وجود بیارن. این مسئله اساسی عراق هستش. و به نظر من اگر جمهوری اسلامی اشتباه بکنه، تیمسار سلیمانی بفرسته اونجا یا بخواد دخالت بکنه، برای سرکوب مردم عراق زیان بیشتری خواهد دید. آقای قریشی، نظر شما رو هم بشنویم. شما موافقید با این صحبت ها؟ والا ببینید، نفوذ ایران توی منطقه مخصوصا توی کشوری مثل عراق ربطی اصلا به جمهوری اسلامی نداره، یعنی حاصل هزاره هاست. ببینید 1450 کیلومتر ما مرز مشترک با عراق داریم که فاصله اولین روستا از سمت ایران به اولین روستا از سمت عراق 5 کیلومتر و 3 کیلومتر و 4 کیلومتر الان هم به وجود نیومده. 3000 4000 5000 ساله اینا پسر عمو پسر دا. یعنی من مخالف این نگاه سلبی که همش جمهوری اسلامی دیوی بسازیم، ضمن اینکه شرایط ژئوپلیتیک منطقه جمهوری اسلامی رو وادار کرد به این گونه بسط نفوذ و دخالت ها. شما نگاه کنید سمت راست مرزهای شرقی ما رو که افغانستان باشه اشغال کردن، مرزهای غربی ما رو اشغال کردن که عراق باشه، بعد به ما گفتن که شما سومین کشوری هستید که میخواهید اشغال بشید. خب نباید انتظار داشته باشیم از کشوری مثل ایران با اون سابقه تاریخیش. من کاری ندارم حالا مثلا جمهوری اسلامی رو بذاریم کنار، هر کسی جای هر نظام سیاسی جای جمهوری اسلامی بود همین کار رو باید میکرد. نمیشد شما مورد تهدید یک قدرت نظامی بودید که مرتب مدام زمان جورج بوش پسر تهدید میشد ایران که اشغال میشه، باید نظام سیاسیش تغییر بکنه. این یک واقعیت نیاییم. واقعیتش اینه که نفوذ فرهنگی ایران، ببینید سپاه پاسداران دیگه نقشی نداره تو اون خانم بصراوی که آرایش چهرهش رو میاد از ایران، از به قول معروف خانمای جنوب ایران تقلید میکنه و پیرایش موی مردونه شون، این دیگه سپاه که نگفته به اون جوان که تو باید حتی موهای سرتو. یعنی یک نفوذ تاریخی ایران داره. حالا میتونیم بگیم خوب است، من به نظرم استفاده بهینه کرده از این نفوذش در منطقه شد. حالا کسی هم ممکنه بگه نه استفاده سلبی کرده، خوب استفاده نکرده. ولی این که مطالب 14 پایگاه ترکیه در عراق وجود داره، 11 پایگاه نظامی آمریکا در عراق وجود داره، همین ترکیه که الان هشت شعبی متهمه که ایران کمکش کرده، همین ترک ها در شمال عراق دارن هشت سنی که زیر نظر آقای اصیل و نجیفیه دارن تمرین تعلیم نظامی بهشون میده. خب نمیشه همه اینا رو در نظر نگرفت و فقط بگیم بله ایران مجبوره تا زمانی که هرج و مرج در من حتی موافق آیت الله خامنه ای هستم در خطابه دیروزشون، تا زمانی که هرج و مرج در یا خطر هرج و مرج در عراق وجود داره، بله، امنیت ملی ایران در خطره. یعنی این هرج و مرج میتونه از 1450 کیلومتر مرز ما با عراق سرایت بکنه به ایران. آقای قریشی، با توجه به اینکه صحبت شما و صحبت آقای طاهری مخالف صحبت آقای ماموری بود، آقای ماموری شما 30 ثانیه جمع‌بندی بفرمایید، اگه پاسخی دارید بفرمایید. مخالفتی وجود نداره، فرمایشات دو بزرگوار خروج از بحثه. بنده اشاره نکردم صرفا ایران مشکله، قبل از ایران به ترکیه، به آمریکا، به اسرائیل، به عربستان، به همه اینا اشاره کردم. بحث در خصوص اینه که ایران با این همیش مخالفتی ندارم که یک همکاری تاریخی و همبستگی تاریخی بین دو ملت وجود داره. تمام نکته بحث در این است که یک جناحی در جمهوری اسلامی از این همبستگی تاریخی سوء استفاده کرد و این سوء استفاده موجب شد که یک فرصتی برای ایجاد یک دوستی بسیار عمیق تبدیل بشه به ایجاد یک موجی از نارضایتی علیه سوء استفاده از منافع مشترک بین دو کشور و تبدیل شدن عراق به یک ساحتی برای جنگ بین ایران و بین دشمنان ایران. خیلی متشکرم آقایون، متاسفانه فرصت ما به پایان میرسه. آقای ماموری، آقای رفایی، آقای قریشی و اینجا آقای طاهری، ممنونم که در این بحث شرکت کردین و متشکرم از شما که با صفحه 2 آخر هفته همراه ما بودید. برنامه رو روی وبسایت ما هم تو سایت یوتیوب میتونید ببینید، میتونید پادکست برنامه رو هم دانلود کنید، هم روی تلگرام هم روی اپلیکیشن پادکستتون و بشنوید. شب روزتون خوش.